سارا، تو واسه شرکت ما یه نعمت بودی. واقعا لیاقتشو داری. خیلی خیلی تبریک میگم. خیلی ممنونم. لطف داری. خجالتم ندی. خجالت نکش. واقعا لیاقتشو داری. راستی، تو عروس خانواده مطر هستی؟ بله. با خبر شدم پدر شوهرت سکته کرده. بلا به دور باشه. ممنونم. راستش خانواده پدر شوهرتو خیلی نمیشناسم. یعنی پدر شوهرت مرد محترمیه. از تظاهر خوشش نمیاد. زندگیش هم از صفر شروع کرده. درسته. همونطور که فهمیدم تو کودکی پدر مادرتو از دست دادی و به تنهایی بزرگ شدی. سخته. مخصوصا این که عروس ناخواسته بودی. آره آسون نیست. انگار اطلاعات زیادی در مورد من داری. درسته. در مورد تو پرسجو کردم. چون اصلا در مورد زندگی حرف نمیزنی. تو محیط کارم از زندگی خصوصیم نمیگم. اما من باید بدونم و باید به آینده پسرم فکر کنم، همچنین آینده شرکت. سمیه عزیزم. بله حاله. حالا که سارا خانوم قبول کرده با مدیرش رابطه داشته باشه، این موضوع فقط به خودش ربط نداره، به هممون ربط داره. اشتباه که نمیگم سارا خانوم. تو پسر داری و احساس منو میفهمی. اینم دخالت به حساب نمیاری. مگه نه سارا خانوم؟ حتی وقتی شوهرت مرد و یه پسر مریض داشتی، پدر بزرگش کمکت نکرد. این همه تنفر عجیبه. سارا. سارا. سمیه چی کار کردی؟ سارا. چی کار کردم عزیزم؟ حقیقتو گفتم. بگو ببینم. یعنی من اشتباه کردم؟ سارا چی شده؟ ولم کن. سارا بگو چی شده؟ از مامانت بپرس. چیزایی که داره پیش میاد حق من نیست. این همه بی‌احترامی کافیه. وقتی من هستم هیچ کس نمیتونه بهت بی‌احترامی کنه. سارا نمیدونم مامانم چی بهت گفته. خودم حلش میکنم. هر چقدر سعی کنی بعضی چیزا عوض نمیشه. هنوز با هم نیستیم که این اتفاقا داره میفته. اگه با هم بودیم چی میشد؟ سارا چرا این کارو با هم میکنی؟ چرا؟ من چی؟ سارا